افزایش قیمت‌ها و حذف اقلام خوراکی از سبد خانوار چه تأثیری روی سلامت کودکان و روی جامعه به جان اومده ایران داره؟ چرا رسانه‌های حکومتی مجبور به اعتراف شدن که مردم از طریق مبادله کالا به کالا برای خرید مرغ دارن اقدام میکنن؟ همراه هستیم با دکتر سینا دشتی، متخصص بیماری‌های عفونی. به شما خوش آمد میگم دکتر دشتی، خیلی ممنون که تونستیم برای این گفتگو بیاین. اگه بشه توضیح بدین که یکی از اقلام غذایی که این روزها قیمتون برای مردم سرسام‌آور شده و دیگه نمیتونن تهیه‌اش کنن مرغه. چرا مردم در چنین شرایط سختی دارن به سر میبرن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان گرامیتون. با تشکر از وقتی که دادید، این مسئله تولید مرغ در ایران یک مسئله بسیار گسترده‌ای هست، یک صنعت بسیار پیشرفته، تاریخاً بخش عظیمی رو از تولید طیور و گوشت مرغ در ایران توسط خود شرکت داخل ایران بوده. در چند سال اخیر با یک سیاست مخرب و دشمنی جدی حکومت روبرو هستیم در این رابطه. فقط به عنوان یک بحث تکنیکیش رو عرض میکنم خدمتتون تا یه حدی، اینکه ما اگر بخوایم ببینیم قیمت تولید مثلا جوجه یک روزه به مرغ یک ماه هست، این که این قابل عرضه است به بازار، این در این مدت نیاز به یه سری ذرت هست، سویا هست، افزودهای که به طور کامل همه میدونن یک افزودهای سرطه با مثلا آنتیبیوتیک هست، مثلا پودر استخون هست. اینا این در این چند مدت قیمت این افزودها و این موادی که لازمه برای پرورش جوجه به مرغ به قدری بالا رفته که اساساً امکان اداره و چرخوندن این مراکز تولید مرغ گوشتی بسیار با دشواری روبرو شده. مثلا مثال عرض کنم خدمتتون، در همین چند روز در میگن در تخم مرغ نطفه دار 4000 تومانه و 7000 تومان هزینه هر تخم مرغ دستگاه جوجه کشیه، یعنی برای یک جوجه یک روزه تحویل گرفته بشه هزینه‌اش 11000 تومانه، ولی الان جوجه یک روزه رو در ایران دارن به 3000 تومان میفروشن که این باعث میشه که اساساً امکان تولید مرغ‌های جدید نیست. بعد میان مرغ‌هایی رو که از برزیل یا از ترکیه تاریخ مصرفشون گذشته میان عوض میکنن پلاستیکی روش رو، تاریخ جدید میزنن روش، تعویض پلاستیک، بعد در میان در میدون‌ها، در تابونی‌ها با قیمت‌های بسیار سرسام‌آوری اینو میفروشن. این قیمت‌ها است که باید نشون میده قیمت پا و مرغ و اینا نشون میده که اصلا یک مرغ تقریبا حدود 180000 تومان فیله مرغ، خود مرغ رو میگن 85 تا 90000 تومان، ولی کسی مرغ رو به صورت کامل نمیفروشه، بلکه مرغ رو تکی تکی میکنن تا بتونن بیشتر از توش پول در بیارن. بعد جگر سنگدون 20 تا 25000 تومان برای 1 کیلو تعیین کردن، پوستش رو برای استفاده از در تولید فرآورده های تقریبا مشکوکی به عنوان سوسیس و کالباس و اینا استفاده میکنن، بعد پای مرغ استفاده میکنن، چیزی که اصلا هیچ وقت قبل واقعا استفاده نمیشد، الان داره پا و سر بال اینا که مقادیر بسیار زیادی آنتی بیوتیک توی خود این پا جمع میشه و استفاده از اون اساسا مناسب نیست. اینقدر این مسئله بالا گرفته که روزنامه اعتماد در 12 اردیبهشت در یک گزارش تکون دهنده ای گفت که مردم حاضر به مبادله کالا هستن برای خرید مرغ. مثلا میگن ترشی میارن، پنیر میارن، یه چیز دیگه میارن، حتی حاضر به کار یدی و بدنی هستن که یک مرغ بگیرن برای چیز. یا که مثلا گفته بودم قبلا بعضی از این مغازهای مرغ فروشی یک سری افراد خیر یه پولی اونجا میذاشتن که از اون صندوق بشه مثلا آدمایی که استطاعت مالی ندارن مثلا یه مرغ تهیه کنن از اونیا، که میگن در 6 ماه گذشته اساسا این افراد خیلی کم شدن و تعدادشون خیلی کم شده، خبری از نیست. یعنی
بایدیم که یکی از اساسی ترین کالاهایی که برای تغذیه افراد در ایران کالای پایه است الان دیگه اساسا از سفره مردم حذف شده. در همین گزارش که من خوندم در یه جای دیگه در روزنامه فریختگان دیگه جامعه هستی که 96% فقر زده شده و ما الان با اون سیاست های که میخوان تولید داخلی مرغ رو از بین برن، با تحریم ها، با سیاست غارت منابع مردم ایران و تخصیصشون به ارگان های سرکوب و تروریسم رژیم، ما الان با یک فاجعه بزرگ برای تغذیه مردم روبرو هستیم. این مسئله است که خیلی جدیه، چون مثلا در رابطه با اطفال خب پروتئین، ویتامین، کلسیم و به خصوص آهن برای رشد مغز، برای رشد ذهنی اطفال خیلی مهمه. خب اینا رو حذف بکنن از سفره مردم، ما با یک شرایط بسیار جدی عدم رشد کودکان روبرو هستیم، یا اینکه تاثیراتی که روی سیستم عصبی اینا خواهد گذاشت. همزمان با اون عواقب این فقر به تبع در خانواده ها سرازیر خواهد شد، تضادهای فامیلی، تضادهای خانوادگی رو تشدید میکنه، باندهای خانوادگی رو تضعیف میکنه، اون ارتباطایی که خانواده وقتی به خاطر که همه دچار یک استیصال میشن خب میریزه توی روابط خانواده و این واقعا از لحاظ روانی و اجتماعی میشه حد زد که عواقب بسیار سنگین در بر داره. این وضعیت است که ما الان میبینیم. بطور کلی موضوع مبادله کالا به کالا که گفتین خیلی تکون دهنده است، حتی اینا بیش از 1400 سال پیش دارن ما رو به عقب برمیگردونن، یعنی اون زمان حتی پول اختراع شده بود. خب افزایش، الان شما خودتون توضیح دادین، افزایش قیمت‌ها و حذف اقلام خوراکی از سبد خانواده‌ها چه تأثیری روی کودکان داره؟ یعنی نسل بعدی ایران چی میشه؟ یعنی به طور جدی وقتی که می‌بینیم که ما طبقه متوسط داره نابود میشه و حذف شده از معادلات اقتصاد اجتماعی کشور، به تبع این سوء تغذیه یک عارض گسترده‌ای پیدا می‌کنه، چون یکی از بزرگترین طبقاتی هست در ارتباط با این بخش از جمعیتی و این تأثیراتش رو در یک رشد بدنی، دو رشد ذهنی، سه سلامت روابط خانوادگی و اطمینان بچه به خانواده و که میتونه این خانواده از من حمایت کنه وقتی هم چیزی نیست، وقتی میره حتی پدر مادر در تهیه غذا گیر کردن، خب این اعتماد این طفل به والدینش بسیار صدمه میبینه و لطمه میبینه. ما در این اگر که فقط یک بخش دهک کوچکی از جامعه بود خب تا یه حدی شاهدش بودیم، دیدیم اینا قبلا، ولی وقتی در یک شهر بزرگ یا یک کلان شهر مثل تهران این بحث مطرح میشه و قیمت ها در واقعا سرسام‌آور، همزمان با هزینه هایی مثل اجاره نشینی، نزدیک 50% مردم تهران اجاره نشینن با قیمت های بسیار بالا و یه هزینه که هزینه مثلا کارگر ماهی 8 میلیون 10 میلیون 12 میلیون که اصلا به هیچی نمیرسه، خب ما با یک اپیدمی بسیار جدی سوء تغذیه رو راستیم. از اون طرف اگر میخوان استفاده کنن از مواد دیگه میان، مواد غذایی که ممکنه بهشون یه حالت سیری بده ولی مشکوکه، تهیهش مشکوکه، روغن پالمه، روغن چیز هست، موادی هست، فرآورده های غیر سالم طبیعی هست که اونا خودش رو به صورت دراز مدت در افزایش تعداد مثلا سرطان یا بیماری های عروقی و قلبی نشون میده. ما از این زاویه این مسئله قابل اهمیت هست، مخصوصا نکته که خیلی جدی روش باشیم باشیم مسئله کمبود آهن و کمبود ویتامین دی هست توی ایران. خب این سوء تغذیه سیستماتیک که شما ازش الان اسم میبرین چه تأثیر روی جامعه ایران داره؟ ببینید وقتی یک بحران که ناشی از سوانه طبیعی نیست، مثلا یک آتش فشانی بزنه مثلا به جایی مسئله ایجاد کنه یا سونامی بیاد کارخونه رو در هم بکوبه، اون یه چیزی است. ولی وقتی یک بحران در یک سطح اجتماعی و در سطح کشوری، یعنی اینجایی نیست مثلا مرغ مثلا تو تهران کم بود باشه ولی مثلا تو اصفهان زیاد باشه، اینجوری نیست، همه جا دارن این مسئله دارن باش دست پنجه نرم میکنن، خب به تبع این
باعث این میشه که مردم وارد یک معادلات دیگه ای میشن. این رو من از زبون یکی از با خود روزنامه رژیمی که روزنامه فرهیختگان که از باند ولایتی تازه که باند نزدیک به خامنه ای هست نوشته بود در 12 اردیبهشت یک مطلبی رو که ازش اگر اجازه بدید من بخونم به طور مستقیم. میگه که حالت جنبشی جامعه میتواند به حالت شورشی تبدیل بشود و انقلاب هم میتواند از درون آن درآید، چون گسل ها و گسست هایی که وجود داشته بی پاسخ مانده است. خب وقتی یک موجود کند ذهنی مثل ولایتی به این نقطه میرسه که ما با همچین شرایطی روبرو هستیم که گسل ها و گسست ها در حالت شورشی و در حالت انقلاب و در حالت در یک شرایط بحرانی و انفجاری هست، به تبع نشون میده که چقدر ما جامعه اون در حالت در یک مرحله انقلابی قرار داره و شاهدش سال قیام سال 96-97 آبان و دیمای 98 و قیامی که از شهریور 1401 تا الان هست و اینا واقعا زمین ساز یک قیام بزرگ اجتماعی و یک انقلاب بزرگ اجتماعی در ایران هستند. چون وقتی به گرسنگی، وقتی ارتش گرسنگان راه میفته، وقتی مردم چیزی برای از دست دادن ندارن ولی همه چیزشون رو از دست میره، به تبع وارد معادلات دیگه میشن با حکومت و دیگه تسلیم نمیشن و ساکت نخواهند بود. و ما چیزی که اینو دیدیم، یعنی یک بحث تئوریک نیست، ما در 6 ماه گذشته با اینی که رژیم میگه نزدیک 100 هزار نفر دستگیر کرده و 1000 نفر رو کشته و خیلی راست گم شدن، مفقود شدن، دستگیر شدن، اصلا خبر ازشون نیست، از هواداران مقامات، از کانون شورشی، میبینیم علی‌رغم این هنوز این قیام هم چند شب پیش توی تهران پارس و شرق تهران شاهدش بودیم. بنابراین جواب مردم به این حکومت جواب بسیار سهمگین و سنگینی خواهد بود. با سپاس از شما دکتر سینا دشتی که در این گفتگو همراه ما بودین و پاسخهای بسیار خوبتون. خیلی ممنون و خدا نگهدار. سپاسگزارم از وقتی دید.